بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما بینندگان محترم در خدمت شما از دا قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن قرار از درس جیولوژی رو با هم دیگه بخونیم ما در فصل اول کتاب در مورد منرال ها خواندیم و فهمیدیم که منرال ها باید دارای 5 دانه خاصیت باشن منرال های بسیار زیاد در طبیعت وجود داره یعنی بسیار زیاد هستند تعدادشان و ای که این منرال ها چگونه آمدند دسته بندی شدند در گروپ های کوچکتر تقسیم بندی شدند ما و شما قرار است که بخیر ایره امروز در درس چهارم بیایم تصنیف منرال ها را با هم دیگه بخونیم اما چی ضرور است که منرال را تصنیف کنیم دسته بندی کنیم چرا من یک, مثال میگم بر شما فرض که یک کتابخانه داریم یک پنج هزار جلد کتاب داریم اگر ما کتابخانه خوده به اساس عنوان موضوعات مختلف آمده باشیم دسته بندی کرده باشیم فرض کوی کتابای دینی است کتاب سیاسی است کتابای, کتابای اقتصادی است طبی است اگر ما یک زمان یک کتاب مثلا در مورد فرض کو سیاست کار داریم دفتن دا میریم اما قفسه کتاب سیاسی سموری میگیریم بسیار راحت پیدا شد اما 5000 جلد ما گد و انداختیم و مقصد یک دونه در دا یک جای یک دونه در دا یک جای ماندیم حالی اگر ما یک دانه کتاب خاص را دا کار داشته باشیم در دا یک مورد باید کل پنج هزار دانه را بگردیم تا او یک دانه را پیدا کنیم وقت ما را بسیار زیاد میگیره در درس امروز ما و شما میاییم اینمی مطلب را میخوانیم که وقتی ما منرال را دسته بندی میکنیم در حقیقت کار خدا آسان کردیم یک منرال را وقتی میگیم از فلانه گروپ است با خیلی از مشخصات از اون منرال آشنایی پیدا میکنیم خب فصل دوم و تصنیف منرال ها تصنیف یعنی دستبندی میگه در طبیعت بیشتر از چهار هزار منرال کشف شده سوال کنکور بوده یادتان نره بیشتر از چهار هزار چون در سوال ها چهار هزار کمتر از چهار هزار بیشتر از چهار هزار پینجا فیصد شاگردها ها در چون همون چهار هزار را برجسته دیدن دفتن نمیره میزنه میگه چهار در حال که اینجا گفته بیشتر از چهار هزار منرال کشف شده این عدد نسبت به کشف منرال های جدید همه ساله افزایش میابد البته شما نمیتوانید هر یکی از آنها را مطالعه و مشخصاتشان را فرا بگیرید اگر فکر میکنید درباره تمامی آن چیزهایی که در زمین وجود دارد بدانید ناممکن است خب چرا ناممکن است؟ حتما در ذهن شما این سوال مطرح میشه که چطور به خاطر ازی که در مورد فرض کو هر منرال اگر یک دانه کتاب باشه 4000 دانه کتاب میشه این 4000 دانه کتاب رو ما و شما واقعا از طاقت یک شخص از توان یک شخص در مدت زمان کم یا حداقل یک سال و دو سال خارج است یک سال 360 روز از فرسکو کو یا 360 پنج روز است شما در یک روز اگه یک دانه کتاب بخونید نهایتاً در یک سال 300 دانه کتاب خرید حداقل 11 12 سال وقت ضرورت دارین که کتاب های از رو بگیرین یا یک دانه کتاب رو بخونین بعدو که یادتان میمونه به او حالا در اینجا برای ما یک راهکار نشان میده که ما بتانیم در وقت کمتر معلومات بیشتر بگیریم گفته در ایواز چیزی را فرا بگیرید تا در مورد گروپ از اشیا و مواد معلومات خوب حاصل کنید صنف منرال ها به گروپ های کوچک دیگر تقسیم گردیده که هر یک نمایندگی از صنف مربوطه را می کند. هر گروه با استفاده از نماینده آنها خوب مطالعه شده میتواند و به همین دلیل است که تصنیف منرال ها ضروری پنداشته می شود یا شده است ببینین وقتی ما دستبندی میکنیم یعنی ما می بیایم بیاییم یک مقدار آسانتر منرال ها را مطالعه کنیم حالا ما تا این قسمت گفتیم که منرال را بندی کنیم کار آسان میشه اما به اساس چی ما و شما منرال ها را دستبندی کنیم بیایم در مطلب ببینیم گفته با مطالعه این فصل شما شاگردان می توانید منرال ها را با در نظر داشته نکته اساسی درس با در نظر داشته انیون های آنها تصنیف کنین فراموش نکنین انیون ها با استفاده از انیون دسته بندی شده مثال های گروپ های معمولی منرال ها را مشخصا مشخص می سازید و بالاخره بیاین یعنی منرال ها رو کلا شما دسته بندی کنید دوستای عزیز ما و شما در اینجا اساس تصنیف رو برای ما گفته من همیانه برای شما گفتم اساس تصنیف از روی انیون میشه اما این انیون دیگه چی هست خب به خاطر که مطلب رو بهتر درک کنین شما اینو در کیمیا هر چند که خوندین یک دفعه برای شما عزیزا همین به صورت مختصر توضیح میدم ما یک چیز در کیمیا به نام آیون خوندیم یک چیز به نام آیون خوندیم حتما به یاد دارین که آیون یعنی ذره چارج دار آیون بود ذره چارج دار یعنی یک ذره که چارج داره این ذره چارج دار نظر به چارج دو قسم بود یک مدلش بود دارای چارج مثبت چارج مثبت یک مدل دیگهش بود دارای چارج منفی یکیش بود چارج مثبت دیگه چارج منفی حالا این منرال هایی که چارج مثبت داره اینا رو به نام به نام چی میگیم کاتیون و اینی منرال هایی که دارای چارج منفی هستند را ما به نام چیاد میکنیم؟ انیون پس خوب دقت کنید درس ما در کجاست؟ اصل گپ ما اینجاست منرال به اساس این ازمی تقسیم بندی شده به اساس انیون انیون یعنی این قسمت آیون که دارای چارج منفی است انیون یعنی آیونی که چارج منفی را داره حالا در کتاب ما آمده اساس تصنیف را هم دوباره در اینجا توضیح داده اساس تصنیف را در اینجا بر ما و شما گفته که اکنون واضح گردید که منرال ها بر اساس انیون موجود در ترکیب منرالی آنها خوب تصنیف شده می خب ما این مطلب را تا حالا فهمیدیم منرال کلسیت را بر ما من حیث نمونه آمده تقسیم بندی میکنه منرال کلسیت را که دارای فرمول کیمیاوی CaCO3 باشد ای فرمول مینرال کلسیت است در, گروه در کدام گروپ تصنیف میکنه؟ شما میگه همین منرال را در کدام گروپ میایین و دستبندی میکنین شد اول شما باید بفهمین که انیون از کدام است کتیون از کدام است بعد دستبندی کار آسانی است ما میفهمیم بر اساس انیون بعد دستبندی کنیم وقتی بر اساس انیون میایم دستبندی میکنیم پس کار ما و شما آسان میشه ما راحت میتونیم بیایم انیون رو فقط تشخیص بدیم خب بیایم در ادامه ببینیم میگه که دیده میشود که کلسیت از کتیون کلسیم همیشه آیون اولی آیون اولی هر چی که است اتم اولی میشه در حقیقت کتیون انیون میشه بخش دوم بخش اول کتیون دوم انیون ترکیب کرده. میگه به همین خاطر کلسیت در گروپ کاربونات ها شامل شده میتواند زیرا در قسمت انیونی خود سی او, سی او سی یا کاربونات را دارد خب منرال گچ رو میبینیم این فرمول منرال گچ است میخوایم بفهمیم که اینمی در کدام گروپ از منرال ها میتونیم که ما بندی کنیم به می ترتیب اینجا مینرال پایرایت است، هیماتایت است و به می اساس منرال های اینجا هستند. ما میخوایم که کمی مطلب را به خاطر که شما ازا بهتر درک بتانین بیاییم و در اینجا با همدیگه تقسیم بندیش میکنیم دقت کنین ما و شما داریم سی او سی او کلسیم سلفیت دای هایدریت. ای منرال گچ است. حالا از کدام خانواده میشه از کدام خانواده میشه خیلی آسان است من قسمت آبش کار ندارم خب و آب کرستالی گفتم میشه آب که در بین مینرال ها بالاخره وجود داره میایم فقط عنصر اول را جدا میکنیم هر چی که هست عنصر اول این میشه کاتیون بعد از اینمی تا قسمتی که آب است هر چی که هست اینمی میشه انیون ما و شما در اینجا انیون ما SO4 اس است اس او چار به نام شما در کیمیا اگه باید داشته باشین سلفیت میگنشه بعضی ها مالا سلفات میگیش سلفیت یا به این ترتیب نوشتهش میکنه سلفات چون امو تلفظ انگلیسی بعضی هایی را سلفیت آخرش ای تی ای است بعضی ها آت تلفظ میکنه به این ترتیب سل شاید بعضی هایی را سلفات تلفظ کنه اما اصلش سلفیت است چون انیون گچ سلفیت هست بنابراین گچ از خانواده سلفید هاست یا میتونیم بگیم از خاندان سلفاید ها به مو اساس یک دانه منرال دیگر در این قسمت ما و شما آه هماتیت بود به این اساس اگر بخوایی میره تقسیم دخ... بندی کنیم خب بخش اول این میشه کتیون ما این کار نداریم دومش میشه انیون انیون ما و شما هست اکساید بنابراین این از جمله اکساید ها و شمار میره پس تمام منرال ها بر اساس انیونشان میاین و دستبندی میشن ما و شما در اینجا داریم گروپ های منرال ها به صورت عموم منرال ها رو به هشت گروپ تقسیم بندی کردن که از جمله عناصر خالص است عناصر خالص خودش یکی از گروپ های منرال ها شمرده میشن سلفید هاست مثل پایراید گالینیت که خود ببینین اس آخر خود داره اکساید ها و هایدروکساید هاست مانند درمی هماتیت که ما تقسیم بندیش کردیم اینا کاربونات هاست مثل کلسیت سی او سی در آخر خود داشت کاربونات میگه میشه سلفات هست مانند گچ یا مو سلفیت که گفتم میتونیم بگیم هلاید ها یا هالید هالید یا مو هلاید میتونیم بگیم نمک ها هست مانند نمک تعام و هر چی هر مرکبه که داخل خود یا کلورین یا فلورین یعنی اف یا برومین بی آر و یا آیودین داشته باشه آی ببین فلورین کلورین برومین آیودین او رو ما از جمله هلاید ها و شمار میبریم فاسفات هاست مانند اپاتیت که در اینجا فرمول نگفته پی او چار پی او چار باید داشته باشه و سیلیکات هاست مانند فلدسپار ها که اینجا باز هم نگفته باید اس آی او سی که خود داخل داشته باشه اس آی او سی یا اس آی سی او هجده مثلا او هشت مثلا به این ترتیب یعنی سیلیکان که در یک جای باشه خب این در مورد گروپ های منرال ها بود و ما و شما امروز در مورد تصنیف منرال ها خواندیم و به می ترتیب فهمیدیم که منرال ها به هشت گروپ دسته‌بندی میشه به می ترتیب به پایان درس امروز رسیدیم امیدوار هستم درس امروز فهمیده باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما از قرار میگیرم گیرم تان به الله تا میسپارم